چیزهایی که نباید به معشوقت بگی همه ما چیزهایی رو به عشقمون گفتیم که از گفتن اونها پشیمون شدیم اما عبارات سمی میتونه به یک رابطه تا حد جبران ناپذیر آسیب بزنه امروز میخوام در مورد حرف هایی رو که نباید به عشقت بگی با شما صحبت بکنم سلام مریم هستم کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه ای در آنتاریو کانادا ممنونم از پیام های پرمهرتون برای ادامه ویدیو با من همراه بشید تهدید به طلاق نکن وقتی تهدید به طلاق می کنید ممکن هست بعدا پشیمون بشید این نشون میده که شما واقعا به ازدواج متعهد نیستید که برای همیشه دوام داشته باشه و باعث میشه همسرتون احساس ترد شدن بکنه و از دوست داشتن شما هم جلوگیری بکنه طلاق هرگز چیزی نیستش که اون رو بیانش بکنید مگر اینکه همه راههایی رو که میتونید با هم کار کرده باشید و بررسی کرده باشید تا آخر به این نتیجه رسیده باشید تنها ذکر اون به شوخی میتونه باعث آسیب جدی و شک در ذهن او و آسیب جدی به رابطتون بشه او رو دروگو خطاب نکنید اعتماد برای یک رابطه موفق ضروری هستش اینکه که مشکوک هستید که او دروغ میگه مستقیما به او بگید که باور نمی کنید معمولا نتیجه معکوس میده در عوض بگید من باور ندارم که کل داستان رو شما به من گفته باشید کمتر تحریک کننده و متهم کننده است دوستان عزیزم شما میتونید ویدیوهای مورد نیازتون رو با باز کردن پلیلیستا انتخاب کنید و ببینید هر سوالی رو هم داشتید بپرسید و منتظر نظر کارشناسی من باشید ممنونم از پیام های پرمهرتون لطفا سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای ما با خبر بشید برای زندگی بهتر با ما همراه باشید عشقت رو امتحان نکن شریک زندگی شما نباید برای انجام کاری برای اثبات عشقش یا اینکه نمیخواد انجام بده تحت فشار باشه وقتی شریک زندگی خودتون رو آزمایش میکنید در اصل برای اثبات عشقش اون رو دارید محاکمه میکنید در عوض درخواستتون رو بدون برخورد مستقیم مطرح بکنید دلم برای گذراندن وقت با شما تنگ شده دوست دارم این آخر هفته برای شام بریم بیرون این عبارات احتمالا شما رو به اون چه که میخواهید میرسونه احساسات رو نادیده نگیرید وقتی میگید هر چه باشه میتونه باعث بشه همسرتون احساس بکنه که احساسات اون رو به حد اقل میرسونید و اونها رو نادیده میگیرید بهترین کاری که میتونید انجام بدید اگر پاسخ نمیدید این هست که لبخند بزنید هر مشکلی پیش میاد ممکن هست با یک لبخند و در آگوش گرفتن از بین بره وقتی او آماده صحبت شد به شما اطلاع خواهد داد به اون نگید که چگونه و چجوری واکنش نشون بده آرام باش اینقدر تدافعی نباش خیلی حساس هستی گاهی اوقات افراد برای جلوگیری از ناراحتی شریک زندگی خودشون چنین اظهاراتی رو بیان میکنن اما این باعث میشه که فرد احساس بکنه احساسات اون موجه معتبر یا شنیده نمیشه به جای اینکه به او بگید چه احساسی داشته باشه و نسبت به موضوع مورد نظر چه واکنشی رو داشته باشه بهتر میتونید این رو به این صورت مطرح بکنید که من به حرف شما گوش میکنم و تمام مسائل با گوش دادن میتونه حل بشه منفعل پرخاشگر نباشید به احتمال زیاد واضح هستش که یه چیزی اشتباه هستش بنابراین وقتی میگید هیچی پرخاشگر منفعل هستید به نظر میرسه از مطرح کردن چیزی که میتونه شروع به دعوا باشه شما میترسید اما وقتی از دعوا دوری میکنید احتمالاً موضوع رو بدتر میکنید رفتار کردن که انگار هیچ چیزی اشتباه نیست یک موقعیت باخت باخته که منجر به ناامیدی میشه و میتونه به راحتی موضوع رو تشدید هم بکنه در عوض بنشینید و تا حد امکان آرامش داشته باشید و با احترام صحبت بکنید مطلق صحبت نکنید تو همیشه دیر میای وقتی از این عبارت استفاده می به ندرت صادقانه و سازنده است و همیشه آزار دهنده هستش شما به شریک زندگی خودتون میگید که اون هرگز نمی تونه کاری رو درست انجام بده و فکر می کنید اون می تونه تغییر بکنه وقتی این کلمات رو میگید اساسا در حال ساختن یک شخصیت ترور هستید مطالعات نشون میده که وقتی شر... شخصیت شریک زندگی خودتون رو رو پایین میارید حتی بیشتر اون رو به سمت طلاق سوقش میدید میتونید اینطور بگید عزیزم خیلی خوشحال میشم اگر بیشتر کار داری یه تماس بگیری با من و خبر بدی و سعی کنی زودتر بیای خونه به حرفه اونها توهین نکنید وقتی در یک رابطه هستید نباید احترام به دست بیارید بلکه باید بدون قید و شرط احترام رو داشته باشید به همین دلیل هستش که وقتی میگید نظراتی مثل به هر حال این کار رو میکنم توهینامیز هستید برای برا مهم نیست که شما چی فکر میکنید و چی میگید به نظر من شما چند کیلو از ان اضافه وزن دارید او فکر میکنه که شما میگید که او به اندازه کافی خوب نیستش شما نمیخواهید شریک زندگیتون رو تحقیر بکنید یا به حاشیه ببریدش شما شروع کننده ناامنی حالت تدافعی رنجش و خشم هستید شما در حال شکستن یک رابطه هستید و تعمیر اون سخت هستش کاری نکنید که اونها احساس خنگی کنن این یک مثال کلاسیک از چیزی هستش که تقریبا هرگز نباید بگید هیچ کس دوست نداره به او گفته بشه که خنگ هستش یا احساس تحقیر بکنه پیام ناگفته ناخواسته این هست که شما باهوشتر از اون هستید این نوع اظهار نظر هیچ کاری در بهبود وضعیت شما نمیکنه بیش از حد تعنی آمیز نباشید نظرات کنایه آمیز که شریک زندگیتون رو ضعیف میکنه رابطه رو عبهی میبره و احتمالا شریک زندگیتون رو ناامید میکنه او به شما پیشنهاد میده که موضوع رو از یک مکان عاشقانه و واقعی که احتمالا شنیدنش شیرینتر هست اون رو مطرح بکنید و این به شما کمک میکنه که موضوع رو حلش بکنید بزرگترین منتقد اونها نباشید شریک زندگی شما از شما میخواد که تشویق کننده او باشید نه اینکه احساس کنه در تیم مقابل او هستید یا به او اعتماد و اعتقاد ندارید شما نباید بزرگترین منتقد او باشید بلکه باید بزرگترین طرفدار او باشید حمایت از شریک زندگی خودتون بخش مهمی از رابطه شاد و سالم و موفق هستش نشون بدید که به عزیزتون اهمیت میدید و به نظر اون اهمیت میدید و حمایتش میکنید و در این حمایت از کار اون هم پشتیبانی میکنید و مراقبت میکنید از جملات من بیش از حد استفاده نکنید وقتی بیشتر از همسرتون به خودتون اهمیت میدید اغلب جملات رو با من شروع میکنید به طور مثال من این رابطه جنسی رو میخوام ممکنه ترس داشته باشه که شما به او خیانت بکنید اگر به او بگید که نمیتونه نیازهای شما رو برآورده بکنه ممکن است تصور کنه کسی رو دارید پیدا میکنید که این کارها رو براتون انجام بده این شروع به القای ناامنی و حسادت هستش نام بردن تهدیدهای نامناسب به سختی میشه فراموش بشه بنابراین اگر در رابطه خودتون احساس نارضایتی میکنید مهم هستش که نیازهای خودتون رو به شیوه آرام و بدون سرزنش برطرف کنید در مورد خانواده اونها اظهارات تحقیر آمیز نکنید ممکن هست مادر شوهر خودتو تحقیر کنید در اینجا مگر اینکه دردسر بزرگی رو دنبالش هستید به خانواده او احترام بذارید تا احترام هم بردارید ممنونم که تا انتها با من همراه بودید مطمئن بشید که سابسکرایب کردید و زنگوله کنارش رو هم زدید دوستان من شما رو به دیدن ویدیوهایی که در انتها پیشنهاد میکنم دعوت میکنم شب و روز خوبی رو داشته باشید و دفعه بعد میبینمتون